زندگی زیبا در امپاورمنت به نظر ما زندگی نیست که پول باشد، ثروت باشد، خانه مجلل باشد. زندگیه که روح ما آرامش داشته باشد و دیگه ما آسایش و آرامش ذهنی، روحی و جسمی داشته باشیم. درش برابری باشد، عدالت باشد، همپذیری باشد، اتحاد باشد، صلح آرامش باشد، همه چیز زیبا باشد. یعنی انسان ها همدیگر را بپذیرند، نه ای که علیه یک دیگر اقدام کنند، یا حقوق یک دیگر خود زیر پا کنند، حق یکدیگر پایمال کنند، بیشتر بخواهی از چیزی که مستحقش است. به نظر از ما به زندگی مشهد و زیبا بوده تا کلمه کلیدی داشته، یعنی که زندگی که مسئول باشه، مرفه و شاد باشه. در این زمان که ما اگر شاد باشه، آرامش داشته، تحقیر نشه به سرک دیگر ها و مرفه یکی امکانات شد داشته باشه، بکنم امکانات و راحتی داشته. زندگی زیبا که میگیم، زندگی پسندیده در امپاورمنت سه تا وصف داره. یک، زندگی مسئول است. مسئول یعنی که آدم در او گرفتار ترس نباشد. اگر شما در زندگیتان گرفتار ترس باشین، زیبایی زندگی از بین میره. به اصطلاح زندگی به جای اینکه زیبا باشه، تلخ میشه. ترس میتونه از هر چیز باشد. مثلا ترس میتونه از طبیعت باشد. سرما و گرما آدم رو میترسانه. ترس از جانورانی که در طبیعت هستن، مار، شیر یا حیوانات درنده آدم میترسانه. برخی از حوادث ترسناک هستن، مثل سیل مثلا، طوفان، آتش فشان، زلزله، خشکسالی، آب پیدا نمیشن. انسانها ما رو میترسانن. انسانها به شکل گروهی حکومت تشکیل میکنن. از طریق زور حکومت رفتارهایی میکنن که ترسناک هم. مثلا آدم ها را زندانی میکنن، شکنجه میکنن، آدم ها را از جایش بیجا میکنن، آدم ها را از برخی از سهولت ها و امکانات که زندگی قده از اونا خوشگوار میشن محروم میسازن، تبعیض روا میدارن، تعصب اعمال میکنن. مثلا این مال فعلا حکومت هست که زنها را به شکل عمومی از ابتدایی ترین حقوقشان محروم کرده. بعض وقتای دیگر این ترس ها گروهی نیست، افرادن. شما در بازار با کسی مواجه میشن که شما را آزار اذیت میکند، اینمی ترسناک هست. در همسایگی تان کسی قرار دارد که بیرحم است، آدم ها را میترسانه. پدر و مادرتان با خشونت رفتار میکنه، شما از او میترسید. مثلا در حضورش گپ زده نمیتونین، یا یک طرح در ذهنتون آمده او رو مطرح کرده نمیتونین. این یک مثال هست برای از این که بفهمیم چه رقم ترس زندگی ما و شما رو ناخوشایند میسازد. وصف دوم برای یک زندگی زیبا مرفه بودنش هست. رفاه به سهولت ها و امکانات معیشتی ارتباط داره. یک زندگی زیبا زندگیه که آدم سهولت و امکانات زندگی داشته باشد. مثلا غذا داشته باشیم، لباس داشته باشیم، خانه سرپناه داشته باشیم. برخی از ابزار و لوازم را که زندگی را بر ما آسان میسازد اینا را داشته باشیم. مثلا در جهان کال فعلا ما شما زندگی میکنیم، تکنولوژی بخش بسیار اساسی و مهم زندگی شده. شما بدون از این که به تکنولوژی دسترسی داشته باشین، بسیاری از کارها را که در جهان خود حال فعلا باش مواجه شدین انجام داده نمیتونین. مثلا مال فعلا موبایل، کامپیوتر، اینترنت بسیار نقش اساسی و مهم در زندگی ما شما پیدا کرده. اصلا تصور کرده نمیتونین که وقتی که موبایل نباشد یا کامپیوتر نباشد یا اینترنت نباشد ما بتونیم زندگی راحت داشته باشیم. در حالی که ممکنه 20 سال پیش یا 30 سال پیش تکنولوژی نمیقدر نقش اساسی یا مهم در زندگی ما و شما نداشته. مثلا پدرتان یا مادرتان احتمالا هیچ اصلا نمیدانستن یا درک نمیکردن که کامپیوتر چیست یا اینترنت چیست. انسان
تصور نمیتونه که بدون موتر یا بدون هواپیما که وقتی از یک کشور به کشور دیگر میره بتونه سفر کنه. بار که شما از یک جا به جای دیگر انتقال میتین، حالا فعلا با کمک ماشینالات هستک، موتر هستک، اصلا تصور نمیتونین که حالا فعلا شما بتونین یک وزن سنگین رو روی دوش خود از یک جا به جای دیگر انتقال بتین. پس حالا فعلا وقتی که ما شما از زندگی زیبا گپ میزنیم، زندگی مد نظر ما شماست که در او امکانات معیشتی یا امکانات و سهولت های رفاهی داشته باشیم. رفاه یعنی آسایش. زندگی ما فقر با ناداری مواجه نباشد. در صورتی که ما فقیر باشیم یا نادار باشیم به هیچ صورت زیبایی زندگی تجربه نمیشه بر ما. و سومش زندگی شاد. زندگی شاد، زندگی پرمسرت، باز هم یک زندگی امپاورمنتی است. شما هیچگاه از شادی، از نشاط، از خوشحالی محروم نباشید. اما اولین چیزی که نشاط و شادی را از آدم میگیره چیه؟ مثلا تحقیر. شما وقتی که تحقیر شوین نمیتونین شاد باشین. یک کس را مثلا شما توهین کنین، یک کس را کوچک بشمارین، او احساس شادی نمیکنند. از اینجا شروع میشن. هر چیزی که در ذهن شما باعث حقارت و کوچکی شما شود شادی را شما میگیرد. مثلا حالا فعلا شما سواد را به عنوان یک ضرورت اساسی برای زندگیتون میدونین. کسی که شما را سواد محروم کند، هر چیزی دیگر بر شما بتن، لباس بتن، غذا بتن، پول بتن، شما احساس شادی نمیکنین. یا مثلا عزت، کرامت انسانی. یک تصویر زیبای که آدم بر خود قائل میشه و دوست داره که قد از اون تصویر در ذهن دیگران مطرح باشد، این می تصویر از شما سلب میکنن، کرامت شما را زیر پا میکنن، دیگر شما شاد بوده نمیتونن. بعد میرسین مثلا به برخ از تفریح ها یا برخ از فعالیت هایی که انجام میتونن که نشان شادی شما هست. مثلا ورزش میکنین، آواز میخوانین، مثلا نقاشی میکنین، خلاقیت خود رو بروز میدین، میرین یک چیز رو میسازین، از امو احساس شادی میکنین، ابتکار میکنین، اختراع میکنین، سفر میرین، کشف میکنین محیطتان را، اطرافتان را، طبیعت را، اینا کلگش برای شما شادی میاره، احساس لذت میکنین. اگر در زندگی اینمی شادی ها و بهانه های مختلف از شما گرفته شود، زندگی ناخوشایند میشه. پس زندگی زیبا زندگی هست که در او ترس نباشد، فقر و ناداری نباشد و تحقیر نباشد.